به نظر من یکی از وقایع این هفته ماجرای فائزه هاشمی بود. آقای دکتر، دیدار فائزه هاشمی، دختر هاشمی، یکی از فعالان سیاسی این خانواده، با یکی از مدیران جامعه بهائی در ایران، همچنان با واکنش‌های گسترده‌ای روبروست و در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها رئیس قوه قضاییه این کار رو شرم‌آور خوانده و یک مرجع تقلید خواستار محاکمه خانم فائزه شده. ساعاتی پیش از اظهارات رئیس قوه قضاییه ایران، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید اصولگرا در قم خواستار برخورد قضایی و محاکمه فائزه هاشمی شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت دیدار دختر یکی از شخصیت‌های معروف سیاسی با یکی از سران مجرم فرقه زاله بهائیت جرم و از نظر شرعی قابل تقلید است. آقای دکتر، نظرتون چیه در باب این قضایا؟ من فکر میکنم واقعا شگفت‌انگیز. فضای قریب‌تر از اورول، به این معنا که یک خانمی رو به طور کاملا غیرقانونی، برخلاف تمام موازین حقوق بشر و خلاف تمام موازین آزادی اندیشه زندانش کردن، 8 سال زندانش کردن، صرفا به جرم اینکه بهایی است و این جرأت رو داره که بگه بهایی است، و برخلاف آقایون که دائم تقیه میکنن، ایشون تقیه هم نمیکنه و میگه من بهایی هستم و حاضرم بهاش رو بپردازم، و اولین کسی هم نیست که این بها رو پرداخته. در جامعه بهائیت ایران خیلی هستن که در زندان بودن، کشته شدن، تبعید شدن، اموالشون دولت دزدید، مصادره کرد، از بد دانشگاه بیرونشون کردن، ولی اینها سر موضعشون وایسادن و میگن که ما تنها گناهمون اینه که دینی متفاوت داریم. یه چنین کسی رو با یک چنین قانون شرم‌آوری که در قرن 21 واقعا مضحک است، در قرن 21 شما بتونید ادعا بکنید که اگر کسی مذهبش رو از اون چه که به دنیا آمده عوض کنه مجرم شناخته میشه، ادعا کنید که اگر کسی به در خانواده مسلمون به دنیا آمده بعد مذهبش رو عوض کرده نجس میشه، اصلا کلمه نجس رو در باره این افراد استفاده کردن واقعا شرم‌آوره. 8 سال این آدم رو زندان کردی با این شرایطی که عرض کردم، بعد 6 ماه از این مدت این با یه خانمی به اسم هاشمی همسلول بوده، اینا با هم 6 ماه وقت گذروندن. بعد از اینکه از زندان آزاد شده، این خانم یه مدتی آمده مرخصی، آزاد هم نشده. خانم هاشمی به لحاظ انسانی، به لحاظ دوستی که با اینها داشته، رسم تمام زندانیانه وقتی که هم بندشون آزاد میشه میرن دیدارشون، وقتی مرخصی میاد میرن دیدارشون. این همه سر و صدا رو انداختن، این همه حملات کردن، واقعا شرم‌آوره. به گمان من شرم‌آوره برای کسانی که اون حملات رو میکنن و باعث تأسفه برای همه کسانی که در مقابل این حملات وای نمیسن. من میدونید فکر میکنم هر کسی، خب در ایران هم هستن کسانی که اومدن و دفاع کردن، از آقای زیبا کلام بگیرید تا خانم ستوده، ولی جامعه ایران بایستی در مقابل این حملات شرم‌آور ایستادگی کنه، بگه بسه، بس کنید این حملات رو، اینها حرفای قرون وسطاست. شما چطور میتونید در قرن 21 بگید که ما به زور مردم رو در مذهب خودمون نگه میداریم؟ اون چه مذهبی است که شما میخواهید به زور نگرش دارید؟ اگه یک کسی انتخاب کرده، و خب بهایی ها انتخاب میکنن، به زور که کسی بهایی نمیشه، در سن 18 سالگی باید انتخاب بکنن، برخلاف اسلام که اگر در جامعه خانواده مسلمون به دنیا آمدی
دیگه تا آخر عمر باید مسلمون ببینی وگرنه کافر ملی شدی. اینا میگن در 18 سالگی خودت انتخاب بکن. خب انتخاب کرده، شما با شما هم کاری نداره، تبلیغ هم نمیکنه، از دانشگاه هم بیرونش میکنید، میگه من میرم دانشگاه خودم رو درست میکنم، اعتراض هم نمیکنم. اون وقت میگیرید یه دشون رو میکشید، یه دشون رو از دانشگاه محروم میکنید، یه دشون رو زندانی میکنید، صدها هزار نفرشون رو وادار به مهاجرت از ایران کردید. یعنی کی بایستی این رفتار واقعا شرم‌آور؟ من به عنوان یک ایرانی، من در مقابل جامعه یهودی بهائی‌ها صحبت کردم 5 سال پیش، اونجا گفتم من خجالت میکشم واقعا از بلایی که بر سر پیروان این دیانت آمده و 70 سال 80 سال همه در مقابلش سکوت کردن. این سکوت جرم‌آوری است، نباید سکوت کرد در مقابل این اجحافات. این افراد چه گناهی کردن جز این که میگن ما مذهبمون رو تغییر دادیم؟ اون مسیحیایی که الان تو زندان هستن دوباره دارن تهدید میکنن، در مورد اونها چی میگید؟ شما بهائیت رو به عنوان دیانت نمیپذیرید که حق ندارید بپذیرید، هر کسی حق داره دیانت خودش رو انتخاب بکنه، ولی شما میخواید بر اساس قوانین اسلام برید. اون مسیحی مسلمانایی که مسیحی شدن چرا زندان میکنید؟ چرا برای اونها حق تغییر دین قائل نیستید؟ یعنی زورگویی شما ربطی به اصل این دیانت نداره، شما به زور میخواید افراد رو در یک دینی نگه دارید و نمیشه. میدونید جامعه ایران دیگه جامعه قرن 16 نیست، جامعه 1000 سال پیش نیست، حتی 1000 سال پیش هم. شما تاریخ دوران بابک خرمدین و ابو مسلم و اینها رو من تو این کتاب خانم پاتریشا کرون میخوندم. ببینید ایرانی ها 300-400 سال در شکل‌های مختلفی سعی کردن مقاومت بکنن در مقابل این زورگویی ها. اون 800 سال پیشه، الان که قرن 21 چرا انقدر زور میگید به مردم؟ چرا انقدر یه حرفی که نمیره تو گوش کسی، قرن 21 نمیره تو گوش کسی، و کسی که در جامعه که 20 میلیون نفر اینستاگرام و تلگرام استفاده میکنن، نمیشه بهشون بگید شما حق انتخاب مذهبتون رو ندارید. تمام دستگاه تبلیغاتی هم دست شماست، 37 سال هم هست دارید تبلیغ میکنید، خب تبلیغتون رو بکنید. این بعد بیاید خانم هاشمی رو و اینقدر تحت فشار قرار بدید، پدرش رو اینقدر بهش حمله بکنید، پدرش رو ما ناچار بکنید که بیاد بگه که این کار اشتباهی کرد، اصلا به پدر چه مربوطه؟ یه خانم مستقلیه، به قول شما یکی از فعالین مدنی مملکت، مگه صاحبش پدرشه؟ با خودش مسئله داره، با خودش مسئله‌شو حل بکنید. ولی اینها هنوز ایلاتی برخورد میکنن، تباری برخورد میکنن، قبیله‌ای برخورد میکنن، فکر میکنن که با از طریق فائزه به پدرش فشار میارن، از طریق پدرش به فائزه فشار میارن. واقعا غم انگیزه برای من. این وقتی اینا رو میخوندم هم یه حالت از اورول بدتره و هم آدم احساس واقعا افسردگی میکنه که در جامعه زندگی میکنه که هنوز یه عده‌ای به خودشون این حق رو میدن که در مورد هم وطنان ما که هیچ گناهی جز این که تصمیم گرفتن مذهبشون رو به یه مذهب دیگری عوض کنن ندارن. آقای دکتر میرانی، سیاست زمان شاه نسبت به بهائیان چگونه بود؟ والا من فکر کنم شما اگر دوران شاه رو نگاه بکنید، دوران شاه هم محمد هم پدرش رضا شاه، ولی به خصوص دوران شاه، من اون یک کمی با دقت بیشتری مطالعه کردم، به غیر از یه دوران کوتاهی 1955 که اون هم تحت فشار آیت الله بروجردی و به وساطت کسانی مثل فلسفی و آخوندهای دیگه‌ای که در واقع نمایندگان آقای آیت الله بروجردی بودن، در اون دوران شاه یه مقداری فشارهاش رو علیه بهایی ها اضافه میکنه، ارتش رو وارد کار میکنه، مرکز بهایی ها در تهران رو مورد حمله قرار میدن،
ولی به غیر از اون دوران، اون دوران کوتاه که به نظر من دوران بسیار قابل انتقادی است بدون شک، ولی به غیر از اون دوران، به گمان من دوران پهلوی برای بهائی‌ها دوران بسیار بسیار آزادی بود به نسبت، یعنی گرچه هنوز نمیتونستن مثلا یک کسی رسما بهائی باشه و بیاد برای حوزه انتخاباتی فعالیت بکنه، ولی میتونستن فعالیت های اقتصادیشون رو بکنن. بعضی از مهمترین نوآوری های صنعتی و اقتصادی دوران شاه به دست بهائی ها صورت گرفت. پپسیکولا به دست خانواده ثابت به ایران اومد، تلویزیون دست خانواده ثابت به ایران اومد، برادران ارج یکی از مهمترین صنایع رو در ایران بنا گذاشتن، مهمترین سمبل تهران در دوران شاه میدان شهیاد، یک جوان 25 ساله بهایی معتقد و مؤمن بهایی بدون اینکه خیلی هم پارتی داشته باشه، تنها پارتی که شاید داشت دکتر مهندس سیحون بود که استادش بود، جوانی که تازه فارغ التحصیل شده بود از دانشگاه، فارغ التحصیل شده از دانشگاه و تونست، یعنی رژیم شاه اونقدر سعی سعد داشت که بپذیره که یه چنین نماد اون دوران توسط یک بهایی تو دانشگاه، خانم راسخ، آقای راسخ، اینها نقش های بسیار بسیار مهمی داشتن. خانواده بیزایی، خود آقای بیزایی، من مطمئن نیستم که هیچ گونه تعلقات مذهبی داشته باشه، من هرگز باهاش صحبت نکردم، ولی میدونم خانواده‌اش قطعا خانواده مؤمن بهایی بود، پدرش، عموش، خانواده های بسیار مهم بوده، ولی اینا میتونستن فعالیت بکنن، تو دانشگاه درس بدن. پزشک معالج شاه بهایی بود. اینها به نظر من از نکات بسیار بسیار مثبت اون دورانه. من میدونم که همین آخوندهایی که گفتی همه حتما به همین خاطرها به شاه فوش میدن، ولی به نظر من از لحاظ تاریخی اینا نکات بسیار بسیار مثبت اون دوران هست که یک چنین تساهلی نسبت به اونها، به پیروان مذهب بهائیت نشون داده میشون. آقای دکتر، فرمودین برای یک دوران کوتاهی سیاست شاه نسبت به بهائیت دگرگون شد، چی بودشون؟ ببینید در حدود 1900 از اواخر 54-55 روحانیون به خصوص آیت الله بروجردی فشار میارن به شاه که بهایی ها دارن زیاد آزادانه فعالیت میکنن و بایستی جلو اینها گرفته بشه و شاه خب مقاومت میکرد. بعد بنا به گفته علم، این هم در گزارش هایی که از وزارت امور خارجه آمده، وزارت سفارت انگلیس آمده به وزارت امور خارجه شون منعکسه، هم در خاطرات دنیس رایت و هم من در مصاحبه شخصی با دنیس رایت ازش پرسیدم، یعنی از سه جای مختلف میشه این رو تایید شدید. علم به انگلیس ها میگه که آیت الله بروجردی و مذهبی ها تصویری از ثریا ملکه اون زمان پیدا کردن که در اون ثریا با یه لباس شنا مشغول اسکی رو آبه و در این حال گزارشی پیدا کرده بودن در یکی از روزنامه های آمریکایی که شاید شاه بچه‌ای در آمریکا داره. اینها برای شاه بالقوه میتونست خیلی از لحاظ افکار عمومی خطرناک باشه، گفت تهدیدش کرده بودن. ببخشید، بچه‌ای در آمریکا چی؟ از یک خانم آمریکایی یه بچه داشته باشه. در سفر قبلش ممکن بوده این ادعا، ولی این گزارش رو ظاهرا به دست روحانیون میفته و اونها با تهدید به اینکه این گزارش ها رو علنی خواهند کرد از شاه میخوان که این حمله رو انجام بده و تهدید کرده بودن که اگر حمله نکنی
اگر محدود نکنید خود ما وارد عمل خواهیم شد. دوباره وقتی که سفارت آمریکا و سفارت انگلیس به شاه اعتراض میکنن که چرا شما اجازه دادید چنین حملاتی بشه، یکی از جوابهایی که شاه میده اینه که ما در مقابل این انتخاب قرار داشتیم که اگر خودمون وارد کار نشیم اینها ممکن بود وارد کار بشن، یعنی روحانیون و طرفدارانشون، و کار بیخ بیشتری پیدا میکنه. در اون زمان هست که برای مدتی ایادی عملا از کار برکنار میشه، به مرکز بهایی ها در تهران در خیابون تخت جمشید حمله میشه، رئیس ستاد ارتش خودش از سربازا رو میبره، تصویر معروف کذایی هست که داره با کلنگ میزنه ساختمون اونها رو خراب میکنه. اون تنها دورانی است که به نظر من فشار نسبتا جدی علیه اونها وارد شد. البته تو این دوران گهگاه ما در محل به اصطلاح منطقه ها و شهرها به لحاظ اینکه مثلا یک آخوند خیلی ضد بهایی در اونجا پیدا میشه یا یک جریان ضد بهایی قدرتمند پیدا میشه، میبینیم که مثلا یک کسی رو پیدا میکنن بهش اتهام کشتن مسلمان ها رو میدن، از این حملات من به اصطلاح شهری یا دهی به شواهدی درش هست، ولی کلن در اون دوران یک در واقع امنیت نسبی وجود داشت و یک حتی بعضی از کسانی که حتما در خانواده های بهایی به دنیا آمده بودن و احتمالا کماکان بهایی هم بودند، در این کارهای مهم می بودن. یکی دو نفر وزیر بودند که به نظر می آمد که کماکان بهایی بودند، با اینکه بهایی ها در دوران شاه به طور جدی هم الان هم همینطور احتراز دارن از اینکه وارد فعالیت های سیاسی مستقیم بشن، ولی یکی دو نفر بودند. شایعه در مورد البته هویدا خیلی زیاد بود، ولی قطعا به نظر من میشه گفت که هویدا خودش مذهب چندانی نداشت، قطعا باهایی نبود، گرچه باهایی زاده بود، مادرش قطعا باهایی نبود و مسلمان خیلی مؤمنی بود. و دوباره جامعه ایران یه زمانی کسی مثل مادر هویدا که خیلی هم مؤمن بود به راحتی با یک باهایی خیلی جدی مثل پدر هویدا میتونست عروسی بکنه. من فکر میکنم از در نسل ما همه خیلی از هم نسلی ما میشناسن خانواده هایی رو یا در خانواده خودشون هم کمون که در خانواده ما بود که افراد مسلمون با افراد بهایی ازدواج کرده بودن و مسئله تلقی نمیشد. این بازی نجس و اینا در یه محدوده های خیلی کوچیکی در یه خانواده های خیلی مذهبی جدی گرفته میشد، در بقیه جامعه اصلا محلی از اعراب نداشت. در خانواده من خودم در خانواده خودمون میشناسم که خانواده در ازدواج شده بود با خانواده های بهایی، همه هم میدونستن و کاملا اونچنان که باید طبیعی تلقی میشد، خوبی و بدی افراد، اینکه آیا برای خانواده مناسب هستن یا نه، یا شوهر یا همسر خوبی هستن، ربطی به دیانتشون نداره، ربطی به سلوکشون در اون زندگی داره. خیلی ممنون آقای دکتر. برگردیم به یک مسئله تاریخی، نمیدونم مورد توجه شما بوده است، حتما بوده، و اون برگردوندن تعدادی از الواح تخت جمشید از دوره هخامنشیان. این خبر رو جناب عالی مطالعه فرمودین؟ بله. نظرتون چیه؟ این داستانش چیه آقای دکتر؟ والا این داستانش اون اگر همون داستانی است که من میدونم، ولی اون چی که من میدونم اینه که اینها بالای 30,000 لوح هست، بهشون میگن لوح‌های ستون تخت جمشید، اینها پیدا شدن، تعداد بسیار کمیشون ترجمه شده تا به حال، تعداد بسیار زیادشون در دانشگاه شیکاگو و
اونهایی که ترجمه شده با اینکه اقلیتی از کلش بودن، و اینو میدونم چون یکی از استادای استنفورد در این زمینه تحقیق کرده بود و که دو تا سخنرانی خیلی جالبی در این زمینه کرد که من از او یاد گرفتم، من تخصصی در این زمینه ندارم، ولی اون گفت تمام اطلاع ما رو در مورد دوران هخامنشی به خصوص اون الگوهایی که او دیده بود، به خصوص در مورد نحوه حکومت ایران بر مصری‌ها، این دگرگون میکنه، برای اینکه نشون میده که ایرانی‌ها چقدر اتفاقا دوباره برمیگرده به همین مسئله بهائیت، میگه چقدر ایرانی‌ها تساهل داشتن در مورد مذاهب مصری، برخلاف، یعنی مدارا میکردن، مدارا میکردن دقیقا، برخلاف اونچه که یونانی ها در تواریخی که در مورد ایرانی ها نوشتن، گفتن اینها اومدن و شکستن و بتا رو شکستن و نمیدونم گاو رو شکستن و فلان، اینا میگه تمام این الواح یه روایت دیگری رو نشون میده. یه جنبه ای که این دوباره این الواح یه ربطی هم به دانشگاه استنفورد پیدا میکنه، من از طریق او هم مقداری در این زمینه شنیدم. من رئیس گروه ایرانشناسی هستم، گروه ایرانشناسی رئیسش در واقع که نزدیک 40 گروه بهش گزارش میدن، قبلا معاون دانشگاه شیکاگو بود، پروست دانشگاه شیکاگو بود، اسمش از آقای ریچارد سالر، و در دانشگاه شیکاگو وقتی که بود میگفت ما چند میلیون خرج کردیم برای اینکه عده‌ای اومدن، وقتی که دادگاهی علیه ایران رأی صادر کرد که ایران در فعالیت‌های تروریستی هم دست بوده و بایستی کیفر بده، اومدن سعی کردن این الواح رو از دانشگاه شیکاگو دست روش بذارن و بفروشن و پولشون از اون طریق تأمین بکنن. دانشگاه شیکاگو خرج میکنه 2-3 میلیون در اون زمان چند سال پیش برای اینکه اینها رو نگه داره. به هر حال جای طبیعیشون طبعا ایرانه، ولی امیدوارم ایرانی باشه که دلش برای تاریخ اون زمان ایران بسوزه. بسیاری از رهبران فعلی جمهوری اسلامی معتقدن ایران قبل از اسلام چندان محلی از اعراب نداره و ایران فقط بعد از حمله اعراب به ایران ایران شد. آیتا این الواح رو من خوندم که بیش از 30,000 لوحه، بله، که در سال 1114 بر اساس مسببه دولت ایران از طریق کشتی به مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به دستور رضا شاه فرستاده شد و سال 1316 به آنجا رسید. بر آن اساس قرار بود در مدت 3 سال بررسی‌های کارشناسی و مطالعات روی این الواح انجام بشه و ایران بازگردانده بشه، که این کار هنوز نشده و دنباله تاریخش هم شما فرمودید. بله، البته میدونید دو تا مسئله است در مورد این نوع الواح و این نوع کشف ها که ویژه ایران نیست، یعنی این تأخیری که شده، شما اگر نگاه بکنید به اصطلاح اون اسنادی که در دریای نزدیک اردن پیدا شد، به اصطلاح Dead Sea Scroll بهش میگن به انگلیسی، بحر میت، در بحر میت، اسناد بحر میت که اصلا تاریخ یهودیت رو و تاریخ آغاز اسلام رو، آغاز مسیحیت رو دگرگون میکنه. خب اینا آیده که درسته که اینا رو پنهان کردن؟ پنهان نکردن، ولی چندین ده سال عملا دعوا بر سر این بود که کی حق داره به اینا دسترسی پیدا بکنه و یک نزاع بسیار طولانی بر سر اون بود، ولی الان داره کم کم علنی میشه. یه مجموعه دیگری هم هست که اون هم مجموعه جالبی است و قابل تأمله و اختلافات بر سر دسترسی، شبیه به همین از Dead Sea Scroll، اسنادی است که در صنعا پیدا شده، در اونها هم در مورد قرآن، در مورد قرآن، بله، اونها اونجا روایات بسیار بسیار بکری از قرآن هست که
نشون داده میشه که کجاها مثلا روی بازنویسی کردن، یعنی روایت اولیه رو تصحیح کردن، یه روایت دیگه نوشتن. یکی از نخستین روایات قرآن هست و خیلی از برای محققین جالب بوده که به اینها دسترسی پیدا کنن و سالهای سال میگن آقای دکتر اگر تمام تحقیقات درباره این آثار پیدا شده انجام بشه، دید مسلمانان نسبت به قرآن ممکنه تغییراتی بکنه. دید عده‌ای حتما تغییر میکنه، عده‌ای هم ایمانشون میمونن. میدونید این نگرانی‌هایی است که محافظه‌کارا دارن. ببینید توی مصر فکر کنم 1946 این داستان طوفانی میشه و یک چوپانی با بچه‌هاش دچار طوفان میشه، میرن توی غاری پناه میگیرن. تو غار چند تا کوزه پیدا میکنن، بعدن معلوم میشه که این کوزه شامل پوست نوشته هایی است از اولین روایات انجیل. و این وقتی که چاپ میشه، وقتی که میفته، خوشبختانه اینا نمیدونن چیه، میان دهشون و فکر میکنن این سوخته، یه چندتایی رو میسوزونن برای حرارت. از واقعا از سر بخت یه محققی اونجا اینا رو میبینه، به هر حال میخره میاره. مدتی دوباره در موردش دعوا بود، ولی اومدن اینا رو به عنوان انجیل قنوسی، ناستیک گاسپل، یه خانومی به اسم الن پیگلز اینها رو ترجمه کرد، کتاب نوشت، استاد دانشگاه است، الان فکر میکنم بازنشسته شده. یک کتاب بسیار درخشانی هم در مورد ریشه های شیطان نوشت که میگه شیطان اول بار در اندیشه های زرتشتی، هم شیطان هم فرشتگان در اندیشه های زرتشتی آمدن. ولی اون یه انجیل کاملا متفاوتی از چهار انجیل مقبول مسیحی ها اونجا کشف کرد، عنوان انجیل قنوسی، ناستیک گاسپل، که کاملا متفاوت با چهار انجیل دیگه است و به یک روایتی اصلا منبع خردش یک الهه است، صوفیا است، زنه. تمام اساسش بر اساس یک نوع روایت صوفیانه از مسیحیته. این کتاب چاپ شده، دین مردم هم خیلی تأثیری نکرده. این کسانی که خیلی نگرانن که اگر یه مثلا تاریخی در مورد قرآن نوشته بشه مردم دینشون از دست میدن، اونا کسانی هستن که دین خودشون سسته. بالای یه میلیارد مسلمون هست. این که حالا تاریخ قرآن در چه زمانی تهیه شده، 90% اونا اصلا براشون مهم نیست، کمون که در مورد مسیحی ها مهم نیست، در مورد یهودی ها مهم نیست. این انجیل جدیدی که اومده، خب یه عده‌ای گفتن شما غلط کردید، ما فقط یه چهار انجیل اصلی رو قبول داریم. یه عده‌ای گفتن این میشه ازش یه روایت مسیحیت ایجاد کرد که با زنها آشتی بیشتری داره. اونا دارن تغییر میدن. الان پاپ شما نگاه بکنی، همین هفته پیش دستور داده که یه کمیسیونی تشکیل بدن که ببینن میشه زنها نقش فعالتری به عنوان کشیش بازی بکنن. یه پدیده ای که 1000 خورده‌ای سال میگن مغایر مسیحیته. جامعه وقتی که دموکراتیک باشه و به ایمان خودش اطمینان داشته باشه، این نوع باز اندیشی ها رو بر میتابه. اونهایی که ایمانشون سسته و فکر میکنن میشه با زور بر مردم ایمان تحمیل کرد، اوناست که نگرانن اون کتابه در نیاد، گزارشه در نیاد، این روایت تازه از نمیدونم فلان مسئله در نیاد، برای اینکه مردم بی ایمان میشن. مردم ایمانشون رو نه به این سودی از دست میدن و نه کسی میتونه به زور بهشون. آقای دکتر فرمودید انجیل مرقس؟ نه، انجیل مرقس قنوسی، قنوسی ناستیکا که در واقع قنوسی ها هستن، در فارسی بهشون قنوسی میگیم، خیلی شبیه به در واقع سهروردی دارن. من فکر میکنم که خیلی نوع نگاهشون که خدا در واقع اون عالم روحانی، اون مهربانی قایی
اون نور درخشان اشراق دقیقا اشراقیون قنوسی های به گمان من ایران هستن و این انجیل قنوسی وقتی که بخونیدش خیلی کتاب شیرینی هم هست، واقعا روایتش خیلی از زندگی مسیح فرق میکنه با اون چهار روایت دیگه ای که در کتاب مقدس آمد. شما مطلع فرمودین؟ بله خیلی خیلی، من خیلی بهش اون کتاب رو علاقه دارم، برای اینکه خیلی وقتی که آدم میخونه میدونید میبینه که چرا رومی میگه که به من نگو مسلمانی، به من نگو یهودی هستی، به من نگو چی هستی، من در سرزمین عشق با تو ملاقات میکنم. شعرشو الان از حفظ نیستم دقیقشو. اون کاملا آدم متوجه میشه که نگاه اون سعه صدری که رومی داره نسبت به افراد دیگه، اون نگاهی که حاضر با هر کسی اگر یه حداقل انسانیت و حداقل عالم عشق رو میپذیره همدم و هم پیمان بشه، خیلی شبیه به همین قنوسی هاست. رو جلک این انجیل رو گذاشتن؟ بله بله. خب آقای دکتر، حضورتون عرض کنم که این در این الواح، من این البته خوندم نمیدونم تا چه حد درسته، در این الواحی که ایران فرستاد برای بررسی به دانشگاه میشیگان، شیکاگو، مطالبی هستش از جمله این که مزد روزانه کارگرها همه اونجا ضبطه و در مورد زنان چگونه با زنان رفتار میکردن تقریبا یعنی دید مساوات در اونجا بوده. بله حقوقشون مساوی بوده. بله حقوقشون مساوی بوده و زنها حتی به اصطلاح تعطیل دوران زایمان داشتن. و خیلی میگم خیلی خیلی چیز نکته های اینجوری تمومش بشه خیلی به گمان من، میگم من فقط دانش آموز علاقه‌مند اینها بودم و از دور میخونم، ولی اونهایی که دانش آموز خیلی مستعدی ولی اونا همه میگن که اگه بقیهش ترجمه بشه، اونایی که مثلا یه تیکه هایش رو دیدن میگن ما تاریخ دوران هخامنشی رو با تاریخ دوران کلاسیک رو بایستی کلن بازندیشی بکنیم. و یکی از نکاتی که دائم در مورد تاریخ دوران قبل از اسلام ایران گفته میشه اینه که چقدر در مورد اسناد کم است، مدارک کم است، الواح کم است. خب این یه نشان خیلی جالبی است که ایرانی اتفاقا خوبم کتابداری میکردن و حسابداری میکردن و سندداری میکردن و اون که بقیه این اسناد، این کتابایی که بهش اشارات هست و گم شده اونها کجاست، اون وقت یه عربا داغونش کردن. به نظر اینجوری میاد واقعا، مثلا اسم آقای بیزایی رو گفتم، بیزایی یک کتاب واقعا درخشانی نوشته که در ایران چاپ شده، هزار دستان کجاست، در مورد ریشه های تاریخی هزار و یک شبه با یه تحقیق بسیار بسیار دقیقی نشون میده که این کتاب قبل از اینکه هزار و یک شب درست بشه، این کتاب چقدر وجود داشته، چقدر بهش اشارات هست، نسخش بهش اشارات هست، ولی الان عملا هیچ نسخه از اون در دست نیست. و اون تنها کتاب نیست، از اون نوع کتاب، از اون کتاب خیلی زیاد هست. میبینید وقتی آدم به شعر رودکی نگاه میکنه و این صلابت شعریشو و اون قوام فکریشو، حتما آدم از خودش باید بپرسه این بر اساس چه سنتی بود. این یه شبه که در نمیداد یه نفر، شکسپیر که از مادر شکسپیر نشد، یه سنتی بود، چاسر بود، اینها بودن. قبل از رودکی ها کیا بودن که یه چنین زبانی ایجاد کردن، یه چنین فهم شعری ایجاد کردن؟ کتاباشون کجاست؟ شاهنامه های قبل از فردوسی کجاست؟ کتاب بله واقعا کتاب
مستطابی است، کتاب بسیار بسیار جالبی است و دوباره یکی از سعی میکنه یکی از این حلقه های مفقوده تاریخ ایران رو سراغ بکنه و براش جلدش میبینین های دکتر. بله خیلی رو جلد. خیلی ممنون از کارگردان عزیزمون. های دکتر برنامه ما در همینجا به پایان میرسد امروز. با اجازتون خداحافظی میکنم ازتون. خوب و خوش باشید و در پژوهشاتون کامیابتر. از شما متشکرم. خواهش میکنم. همیهنان گرامی با تشکر از شما که به خاطر که برای این برنامه به هر حال ارزشی قائلید و دوست دارید و مرتب با ما در این زمینه صحبت میکنید. تشکر میکنم از کارگردان برنامه.